فعلا این آینه‌های دق کم بودن، یکی بدتر از اینا میخواد دوستان من خراب شه. آینه‌های دق؟ بگین عجل معلق. آقا از وقتی که این رستوران رو باز کردن و اصلا انگار گرد مرده پاچیدن اینجا. جان خودم چند روز دیگه باید در این رستوران رو تخته کنیم و بریم. واسه آیه یس خوندی واسه من؟ من منظورم با پیره که میخواد بیاد اینجا. ولوله. با پیر؟ ده ده. عجب هواییه. بفرمایین. به چه مناسبت؟ بهش بگو. امروز به خواست خدا و صد البته پشتگرمی شماها تمام بدهیام صاف شد. وا این عالیه. خانوم، خانوم کجا؟ میرم سر جاده، پسرم و عروسم میان اونجا دنبالم، میبرنم دریا. بیایم بریم نهار بخوریم، دریا میجه. بفرم. نهار؟ آره، چقدرم گشنمه. منم گشنمه. بفرمی. اون تفنگم برام رویم بیارم. تفنگ؟ تفنگ برای چی دیگه؟ برای دوربینش میخوام. برای دوربینی؟ برو کنار دیگه، برو کنار دیگه با اون هیکله. به دروازه بگم هستن. نه خب اینجوری نگاهش نکن، دلش جوونه. بکش کنار، بکش کنار. تو خجالت نمی کشی؟ نه حیا نمی کنی؟ آنم نمیخوای نخواه چرا دار میزنم؟ بسه باشه، نشستی و برا داری چی رو نگاه میکنی ها؟ خب شما رو دارم نگاه میکنم. پیره مرد، تا حالا باید فکر کفنت باشی. شیطونه میگه بیام چشات هم تو کاسه در بیارم. ها ایش چقدر چندشه. من چندشم؟ تو اصلا میدونی با چه حرف میزنی؟ الان نشونت میدم. رو من اصلاه میکشی؟ ای همار، ای داد، مردو به دادم برسید، میخواد منو بکشه. کابه، کابه، منو کش، منو کش کابه، منو کش، کش اصلاه کشیده. مادر جان ببخشید، شما چند تا بگی پسر دارین؟ فرزادم از فرهادم یکم بزرگتره، اما خب عذب مونده. افسر خانم، جواب مهر خانمو چی میدین؟ محبوب خانم، لعنت بر شیطون. فرهاد جان، پس لیلی کجاست؟ برو صداش کن مادر، شب شد، باید بریم. شما اینجا چی کار میکنی؟ آقا مسیب جونم که این که جا مونده. ای داد بیداد، خانم اون تو رفته چیکار کنی؟ بیا پایین. ببین بیا، من خوش شدی گرفتم زنگ بزن به اون اتوبوسه پسره. من بدون فرهاد و لیلی از اینجا جم نمیخورم. خانم محترم بیا پایین، چه گیری افتادی؟ این داستان شد، به خانم معلم بگو بیاد، من خودم میرسونمش. خیلی خوب. میدونستم با من شمال نمیای، هیچ وقتم نیومدی. پرویز، آقا پرویز، یکم سریع تر، کف که تموم شد نوبت پنجره هاست. چشم، ولی خانم اگه اجازه بدین بنده خستم دیگه این پنجره رو بذاریم برای فردا. تو باز داری قر میزنی. خب تو اگه بجنبی مطمئن باش همه این کارا رو میتونی انجام بدی. آقا حمید، تمیز میکردم. و حمید، آقا حمید، آخه اینجا چه وضعیه؟ این هنوز روغن و دوده داره که من میخوام اینجا عین دستای گل بشه. او زنده گیر نده دیگه، فردا با زهر همین بساط میشه. آه بله دیگه، لابد آشپزی کردن تو هم همین جوریه که مشتری ها ناراضی هن. بیچاره این شوهر من، چه کسایی دورو برشن. کو این دایید؟ حالا شد دایی من؟ بزن اون بر مرتزا. آقا مرتزا چیه؟ داد میزنی؟ بالا کوکه نیستم، اینجا. بیچاره
خدا نکنه پدر و دختر به یه چیزی پیده کنه. چه گفتی؟ آره بیا اینجا کارت دارم. بیا اینجا کفشای من تمیزه. آقا بفرمیدم چهره شما. بیا از اون ناقابله. این چیه؟ آخه واسه چی؟ همینجوری مگه حتما باید مناسبتی داشته باشه. وای ممنون. دست درد نکنه، خیلی قشنگه. ای کلکا، شما دو تا که گشنتون نبود چی شد؟ خب حالا گشنمون شده، اشکالی داره؟ نه خیرم. بگی می‌خواستین دوتایی با هم شام بخوریم. خیلی وقت فرصت نشده بود یه شام دو نفره با هم بخوریم. اه ماما این از کجا؟ زحمت باباته، شرمندم کرده. خوبه؟ خیلی مبارکتون باشه. الو یه لحظه گوشی. چه مشکوک، میگم نکنه باز طلبکاری چیزی باشه. طلبکار؟ الان میدونی ساعت چنده؟ من برای اینکه قرقرای شما رو نشنوم هیچ شبی تا این موقع رستوران نبودم. الان بریم خونه برقش بشه واسه فردا. چرا؟ اینجا رسیده. ما که رفتیم. پرویز نامرد. دایی؟ بله. بذار ببینم چی میگه. چیه؟ امروز همه تون داد میزنیم. چی دیگه؟ پرویز فرار کرد. خب بذار بره. تو هم برو بگی بخواب، خسته ای. فردا خیلی کار داریم، یادت باشه. سود بیا. ببین مواظب با پیر باش، نصف شب یارش به هم نخوره. برو. چشم. منیر بریم. مرتضی آخه اینه کی هم دورو برات جمع کردی؟ خیلی خوب پول میدن، هی هم از آدم کار میکشن. ورکن بابا، تش اخراج دیگه. بوده برو خفتش کن. ولی گفتم خفتش کن. بابا این کارگری یکی از این رستوران هاست، کارگر جماعت که پول و پله نداره، اصلا ارزششو نداره. خودم میدونم، نمیخواد به من چیزی یاد بدی. بیا تو همه چی رو میدونم. سرسوا نکن دیگه بابا، بخوایم بخوابیم. ای بابا ببخشی بیدارت کردم. اصلا گذاشتی من بخوابم که بخوای بیدارم کنی؟ نه آهناله نکن دیگه. دست خودم نیست، دلم میسوزه. دلت نسوزه دیگه، مهندس کار براش ردیف شد دیگه، همه عاقبت به خیر شدن دیگه، واسه چی دلت میسوزه؟ بس بخواب. نه بابا، برای مهندس که نیست، برای بیستر سامونی خودم دلم میسوزه. قزن بگیری؟ خب بگیر. بگی فقط دست از سر مبرد. تو من همچی حالی تو ها؟ من خاطر خواهی کی شدی؟ نه بابا، خاطر خواهی چیه؟ از من دیگه گذشته. من نگران روزای سخت پیری و تنهایی خودم هم که تو راهه. آم پس تازه تو راهه، شما هم سر راهی. اما جانه یانن حس نمی کنی که پیر شدی؟ بابا 70 سالته. مگه تو حس می کنی؟ آقا چه ربطی داره؟ من پر 34 سالمه. خیلی پر دیگه، 35 سالم. اصلا چه ربطی داریم من و شما با هم؟ تو رو نمیگم، منظورم اینه که تو فکر میکنی من پیر شدم؟ آقا جون دست از سرمو بردار، مهم دل آدمه که
دل شما جوون جوونه. خب منم همینو میگم دیگه، این دل بی صاحب دست از سرم ور نمیداره دیگه. اما جان شما که الان گفتی دلت با کسی نیست. فقط دلم بارش میسوزه، بیچاره زن تنها. کی؟ آقا تکلیف روشن کن، زودتر بگو کی، ما هم بگیریم بخوابیم. این خانم بهاری، بند خدا، یه زن تنها و یه بچه کوچیک بی سرپرست. وقت شما میخوای بری لطف کنی، محبت کنی، اونا با سرپرست بشن. آره من مرده این حس انسان دوست. به نظر شما اشکالی داره؟ بله سر تا پاش اشکاله، ولی اگه قول بدی دست از سرم برداری خودم برات میرم خواستگاری. فقط بذار بخوابیم. آخه وسط بحث به این مهمی تو چجوری میتونی بخوابی آخه؟ من که خاطرخواه نشدم، شما خاطرخواه شدی. میگم بدم نیست تو رو بفرستم خواستگاری ها. غلط بکنم بابا به من چه ربطی داره؟ برای صبح محبوب خانم میگم خودش میدونه چی کار کنه. در زمان جان از من میشنوی، فکر این داستان از سرت خارج کن. عمرن خانم بهاری بخواد قبول کنه. او شما رو چه به خانم بهاری آخه؟ بعد نیست آدم اختلاف سنی و فاصله سنی سن خودش آدم در نظر بگیره. 80 سالت، قباحت داره به خود، خجالت داره. این فضولی ها به تو نیمده آخه. چی از تو نظر خواست؟ بی جنبه، بی جنبه. منو بگو که با کی درد دل میکنم؟ لیمو شیرین، راز دلمو به کی میگم؟ خونه یاری که شتکی زد. قطعی که دارم گذاشته بودیم شو بجا بمونا. کجا؟ یه جا پیدا کنم بگیرم بخوابم. یه بیشیم فیلم تماشا کنیم. نمیخواد، خودت تکی نگاه کن. حساسیت دارم. اینجا هم جاست، ما رو برداشتی آوردی دزدی. اینقدر دم گوشم و فس فس نکن، بذار اینجا رو بررسی کنم ببینم چی کارم. آخ رستوران بین راهی هم شد جا، اسم خودت هم گذاشتی دزد. گرشا اگه یه بار دیگه به من گفتی دزد نفرت میکنم. تو همه دنیا با آدم های مثل ما میگن سارق. خیلی هم کلاس داره. اتفاقا دیروز توی روزنامه خوندم یه سارق بین المللی از یه کلکسیونداری الماس دزدیده که 65 میلیون دلار میارزه. کدوم شغل اینقدر پول سازه؟ پس دیگه به من نگو دوست. حنیف، حنیف، توهم زدی؟ نه خیرم، توهمم نیست. رو تجربه و سابقه منم حساب کن بچه. فعلا که این تجربه و سابقه شما برای ما نه نون شده نه آب. اه رو رو برم، از اون رستوران برای جاده کم گیرت اومد؟ به اینا که فقط میگن دل دزدی. من دنبال پول و پله نقدم که اینجور جاها عمرن پیدا نمیشه. آیسا میذارن تو سینه نقره تقدیمت میکنن. از کجا میخوای شروع کنی؟ فرق نمیکنه، مهم اینه که امشب جفتشون تو چنگم هم. دقیقا وقتایی که اینجوری میگی یعنی آخرش هیچی. من نمیدونم چقدر خرم که را افتادم دنبال تو. را بیافت قطفیم ترسناک گذاشت و اوم زدم نامردم فردا اگه استفاندم زندگی واسه من درست کرد.
بیا. یواش بابا، فقط ادعا داره. اونجا دنبال چی میگردی؟ تو چی فکر میکنی؟ ببینم تو واقعا به خودت میگی دوست؟ عوض این قرص زدن رو بگن یه چیزی پیدا کن، دست خالی از اینجا نریم. بفرما جون، حال کردی؟ آره خیلی حال کردم. ببینم ما اومدیم اینجا دزدی، اومدیم گدایی، زدیم به کادون داداش. از اولش به چی گفتم؟ غلط نکنم دخل و مخلش تو اتاقه چه؟ اونجا که یه نفر خوابیده بود مگه ندیدی؟ چجوری میخوای بری اون تو؟ خیلی راحت، یکی اون ساکتش میکنه، اون یکی هم دخل رو میزنه. حتما اونی هم که ساکتش میکنه منم. داداش من نیستم، دوز نشده میخوای قاتلمون کنی؟ خیلی خوب بابا، چرا ترش میکنی؟ بریم تو یکی رستوران. برو بریم. برو. برو دیگه ای ندارید. درو ببست. دوربینم داره. خب پس بیا بریم دیگه، ولش کن. نگران نباش، دو سوت الان ترتیبش میده. اینجا کارت دارم. بیا. ماشین رو میبینی؟ خب. که چی؟ بیا. نه. آره بابا، این گاوه پیشونی سفیده، چجوری میخوا
میخوای به دوستی بعدم آبش کنی؟ فکر اونجا چه کردی؟ این یه ماشین معمولی نیست دا. بفهم. میفهمم. واسه همینه میخوام ترتیبش رو بدم. این یه گنجه. خیلی خوبه. عتیقه است، میفهمی؟ میفهمم. واسه همین میگم من نیستم. چون ته این کار کلانتری و پلیس و زندانه. خودت تنهایی برو. نمیای؟ عمرن. بابا این دیگه کیه؟ فیل کنم نیست؟ کجا بخوابم؟ مساوات. حال کردی؟ جونم حال کردی؟ حالا ای بگو تو این رستوران های بین رایی چیزی پیدا نمیشه. همیشه به یه سارق حرفه ای اعتماد کن. آره جوجه رو آخر پاییز میشونم. حالا چرا سگرمات تو همه؟ بیا بینا بگی یکم خلقت باشه. شانس آوردیم انگشتر رو تو آشپزخونه جا گذاشته بودن، وگرنه دست از پا دراستر برگشته بودیم. ادعا میکنه دل دوز نیست، سارق بین المللیه. تمام این قرض زدناتو میذارم واسه وقتی ماشین آبش کرده. حالا هی بزن تو پره. خوابم گرفته. که مصاحب زود فهمید. آقا مصاحب شما مطمئنی کار اوناست؟ بله خانم، خودم با چشای خودم دیدم حمیده اینجا بودو رفت طرف رستوران سهرابی. من که باورم نمیشه یه کسی تا این حد با ما دشمنی داشته باشه. هنوز کسی معلوم نیست محبوب. بهتر زود قضاوت نکنیم، به کسی تهمت نزنیم. باز جای شکرش باقیه، رستوران و بیمه آتش سوز. احمد اون چیه چسبیده رو دوربین؟ ماشین نیست. چی؟ ها؟ ماشین؟ الهی که زندگیشون آتش بگیره. نکنه مصاحبات رفته با ماشین یه دوری بزنه.
چون موقع خاموش کردن آتیش هم من ندیدمش. آخه این ساعت شب کی میره دور دور؟ آخه تو اتاقم نیست. خب بابا یه زنگ بزن موبایلش بزنی. مساوات! آقای مساوات! مساوات چی بگو مکافات؟ اه! موبایلت داره زنگ میخوره. پاشو بابا، مگه خواب مرگ میکنی؟ اگه نمیبینی خوابم، من دارم از ترس سکته میکنم. وقت تو گرفتی خوابیدی؟ همین مشکلت همینه؟ نگران نباش، چند وقتی که واسط عادی میشه. منم تازه کار بودم، عین تو از ترس خواب به چشم نمیبره. برو من اینجا، برو. مطمئن اینجا جاده است؟ پس چی؟ خیلی هم جاده جاده نیست. یه راهی که به درد اینجور وقتا میخوره. تو این رئیس تو دست کم گرفتی. ما واسه خودم یه پا کریستوف کلومی. فعلا اسمشو گذاشتم ناکجا آباد. تا یه اسم خوب براش پیدا کنم. خب اسم خودتو میذاشتی روش. آقای کاشف. راست میگی یا؟ چرا به مخیلات خودم نرسید؟ گرشا. فهمیدم. دندقه بگیر. مطمئنی؟ خیال تخت. این کف دست اینجا رو میشناسم. همینجا یه راه درو داره. دقیقاً همون زمانایی که میگه خیال تخت، همون موقعی که من مطمئنم تو آخرش گندی میزنی. اصلا ما مگه مجبور بودیم بیایم اینجا؟ بله جناب عقل کل. تو جاده اصلی با این ماشین تابلو هر لحظه ممکن بود پلیس جلومون رو بگیره و مدارک بخواد. برگرد. برو. ماما دنبالش چیزی میگردی؟ آره، انگوشتر که بابات خریده بود دیشب همینجا روی میزه در بردم گذاشتم، نیستش. این از اینجا، اون از ماشین، اینم از انگوشتر. اگه کمک خواستیم بگیم. بابا انگوشتر مامانم نیست. فدایی سرش. الو گوشی؟ کمک خواستیم بگیم. الو ماما، آخه واسه چی ناراحتی؟ ما یه زندگی رو کمپلت به باد دادیم، به یه سال نکشید همه چی درست شد، حالا به خاطر یه انگشتر اینقدر ناراحتی؟ نه ناراحت نیستم. تو هم خودتو ناراحت نکن. روز نمیتونم بیام، تو رستوران گرفتار شدم. نه نه بهت که گفتم نباید بفهمه.
اینجوری بهتره. بله بله. آها. باشه میبینمت. چشم، خداحافظ. مانس جان، ماشین دزدی کار این پسر هفرنگه. هفرنگ که؟ همین مساوات دیگه. پدرم هم تو نرو. اجازه بده پلیس اعلام نظر کنه، بعد قضاوت کنیم. چشم. چه شد؟ چه میدونم؟ وسط این ناکجا آباد همینو کم داشتیم. تو هم با این ماشین دزدیدنت. صد دفعه گفتم این آشغاله. عتیقه تو موزه نیست که تا دیدی بلندش کردی. دوباره شروع کردی؟ یه جا غر زدن کاپوتو بزن ببینم چشه. من چه میدونم کاپوتش کجاست؟ اون زیره بابا. بفرما مهندس. خوش گذشت. این ابو قراز مال عهد بوغه. معلوم نی چشه. بسه دیگه، برو استارت بزن اینه. آقا جون، من دیگه نیستم. از اینجا به بعدش خودت تنهایی برو. دوباره زد به سرت؟ وایسه ببینم کجا؟ با تو هم. ببین درستش کردم فروختم، بعد ادعای سهم نکنی ها. همش مال خوده. به درک. اصلا برو به جهنم. بگیر دیگه. سلام دایی. سلام. کجایی بابا؟ به دادمون برس. تو اینگه چیکار میکنی؟ چرا سر جاده نیستی؟ مگه زندایی میذاره؟ دایی تو رو خدا یه کاری کن بیخیال اینجاشه. بابا دیشب که با پیر نزاش بخوابیم، امروزم که زندایی بیچارمون کرده. الان کجاست؟ آشپزخونه. فقط فرج و صابر کارت بزنی خونشون در نمیاد. همش هم تقصیر. به به، آقای رستوراندار ساعت خواب؟ رئیس رستوران که وقت نشناس باشه. وای به حال زیر دستاش. خواب فعلا که همش کابوسه. چی؟ هیچی. آقا سلام علیکم. سلام کن. بگم همین بله. ماشین پلیس در این رستورانه چیکار داره؟ نمیدونم، شاید مشتریشونه. آقا مشتری چی؟ من میدونم آقا، دیشب اونجا آتیش سوزی شده دیگه تو اون رستوران اونجا. آتیش سوزی؟ جدی؟ بله آقا، شوخی نداریم دیگه، جدیش. آقا تازه به چیز به رستوران ما هم دزد زده، دستبرد زده. دزد؟ بله. رستوران ما؟ بله آقا. نه آقا، نگران چیزی نبردن که، فقط دستگیری در شکوندن همین. مطمئن؟ بله مطمئن. خیلی داره شلوغش میکنه، فکر کنم اینم ظرف مونده. بفرمایید، خواهش میکنم، بریم. ما به کارمون برسیم. جناب سروان، رو لنز دوربین مدابسته آشپزخونه هم یه دونه آدامس چسبونده بودن. کسی با شما خصومت شخصی نداره؟ نفر، یعنی نمیدونم، فکر نکنم. پس این آقا چی میگه؟ جونم برات بگه جناب سروان، این مهندس ما آدم خوبیه، تو زندگیشم با هیچ کس دشمنی نداره قربونتو برم. اما از زمانی که اومدن این رستوران اینجا درست کردن، این رستوران روبروی سهرابی، یک سر چوب لای چرخ اینا میذاره قربونتو برم. تازه خودم با چشای خودم دیدم که این حمید شاگرد این سهرابیه از محبته ما بودو میرفت طرف اون رستوران. دروغ ندارم بگم. بسیار خوب، باید بیشتر بررسی بشه. بله. فعلا با اجازه. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. به سلامت. اون موقع که جواب نمیداد، الان هم در دسترس نیست. به نظرم یه دوستمون سفت پیچیده.
کور خوندی تا راحت نندازم از اینجا نمیرم. ماشین میدازی؟ بفرمایید جام سربان. دیگه چه مزنونی؟ ملاحظه میفرمایید در رستوران ما رو هم از جا کندن. بله دیگه آقا، دیگه مشخصه جام سربان. جناب سربان، اتفاقا من دیشب که تو اتاقه که دایی خوابیده بودم یه سر و صدای شنیدم، ولی نمیدونم چی بود. شما دیشب تو اتاق من خوابیدی؟ بله. خیلی غلط کردی، بیجا کردی. مگه خودت اتاق نداری؟ آخه دایی، اتاق من که قرقه باپیره. برید برید سر کارتون، نمیخوام ریختتون رو ببینم. بفرمایید. با اجازه سر. این تو تا خواهید. برو. عوض میخوام جمع سر. تشبیه. پسره که گفت آشپزخونه‌شون آتیش گرفته، پس بوی این غذا چیه؟ سلام خانم سرابی، امری داشتین؟ به به افسر خانم، پارسال دوست امسال آشنا، با غریبه ها میپری؟ اختیار داریم، بر ما غریبه هم ولایتی فرق نمی کنه، مهم آدم میشه. کنایه میزنی؟ خودت خوب میدونی من چقدر دوست داشتم تو رستوران ما کار کنی. گذشته ها رو فراموش کنی. شما کجا؟ اینجا کجا؟ هیچی، اثر کنشکاوی. خب بفرمایین تو. نه ممنون، همینجا خوبه. افسر، شنیدم اینجا یه روز در میون کار میکنی، حیف تو نیست با این همه استعداد؟ اولش اینجوری بود، الان هر روز هستم، از کارم هم راضیم. ببین یه پیشنهاد خوب برات دارم، اگه بخوای میتونی بیای رستوران ما بشی سرآشپز، دو برابر حقوق اینجا رو هم بهت میدم. نظرت چیه؟ آقای سهرابی که زن جماعت رو تو آشپزخونش راه نمیداد، چی شده حالا؟ خب دیگه آدم رو تغییر میکنن. اون موقع مرتضی شرایطش رو نداشت، اما الان فقط کافیه خودت بخوای. دست شما درد نکنه. یعنی موافقی؟ ممنون که به یادم بودید. من برم به کارم برسم، آخر هفته اینجا خیلی شلوغ میشه. با اجازه. حالا از کدوم ور برم؟ لعنتی نراه پس برام گذاشته نراه پیش. تانات بذارم. هنیف، هنیف، بیا. بله. الو آقای زرین صحبت کنم. بله خودم هستم، امرتون. دست شما درد نکنه آقای زرین. این رسم همسایی داری؟ آقای سهرابی شما این؟ سلام علیکم. چه سلامی؟ آژان کشی میکنی در رستوران من؟ آی سهرابی ببخشید سوء تفاهم شده. راستش دیشب رستوران آتیش گرفته بود، ماشینم دوز برده بود، مجبور شدیم پلیس خبر کنیم. خبردار شدیم دوزا رو دستگیر کردن، اعترافم کردن. منم الان دارم میرم پاسگاه. خدا رو شکر این دوزا دستگیر شدن. بله خب در رستوران ما هم زدن شکستن. میگم آقای زرین اگه این موقع کمکی چیزی خواستی نه من در خدمتتون هستم. نه نه خیلی ممنون، راضی به زحمت شما نیستم، خودم میرم. خدا به شما. خدا نگهدار. محبوب من رفتم. خدا رو شکر رو سفید از آب داره منی.
روز هجران شب فرقت یار آخر شد. محبوب اینجایی؟ سلام، چقدر دیر کردی؟ سلام، طول کشید دیگه ولی گرفتمش. کجاست؟ بفرمایید، اینم انگشترت. صدر بکنه. دو نفر بودن، الان هم تو بازداشتن. چه آدم هایی پیدا میشن. بفرمایید، اینم خدمت شما. این چیه؟ سند زمین زراعیه، مال شماست، مبارکتون باشه. شوخی میکنی احمد؟ دلم میخواد سال دیگه همین موقع مزرعه گیاهای دارویی تو راه انداخته باشی. وای، این همیشه آرزوم بوده احمد. ولی پولشو از کجا آوردی؟ اختیار دارین، من هرچی دارم از حمایت و کمک های شماست. یه خورده از پولشو دادم، بقیه هم قرار شده به صورت قسطی پرداخت بکنم. دستت درد نکنه. پس اون تلفن های مشکوکی که میکردی به خاطر همین بود. مشکوک؟ آره دیگه، از آشپزخونه بیتی سال از سال دست شما درد نکنه. پس شما هم راجع به من از این فکرم. محبوب بوی سوختگی میاد. سوخت رومیزی. خیلی خوب، خوب که پیرن من نیست. ای بچه. Yeah.